کوچ اجباری باشندگان دایکندی همچنان ادامه دارد و بعد از کندیر و قریجات همجوار آن صبح امروز نزدیک به 300 خانواده از منطقه تگابدار نیز و اجبار کوچ داده شدند. در همین حال از منطقه قمقل ولسوالی خدیر ولایت دایکندی نیز گزارش می شود که کوچه ها به مردم محل هشدار دادند که به زودی خانه ها و زمین هایشان را ترک کنند، در غیر آن صورت با زور تفنگ و این گروهی که حاکم شدن آنان را خارج خواهند کرد. به نام خدا، سلام بر شما مخاطبان عزیز بیننده و شنونده سنترال افغانستان هستید. 25 سپتامبر هست و برابر با سوم میزان سال 1400 هجری شمسی. دوستای عزیز، شما همین لحظه تصاویر ماهواره ای را از دره تماشا میکنید که به طرف سر تگاب میرن و اینجا دقیقاً جاهایی هست که امروز 300 خانواده از این دره متاسفانه بیجا شدن و به زور کشته شدن. منابع مردمی و بزرگان محلی که فعلا در بیرون از قریه بسر میبره و در اینترنت هم دسترسی داره، در گفتگو با سنترال افغانستان ابراز نگرانی کردن و گفتن که امروز نزدیک به 100 نیروی مسلح گروه اعزام کرده بودند در سر تگاب و همه مردم به زور اخراج کردند و حتی به مردم گفته شده که شما به جز لباس و یک مقدار کم مواد خوراکی که یک دو سه روز شما شوند دیگه بیشتر از او حق ایر ندارن که مواد خوراکی را هم با خود ببرند. در این ساحات خانهای خلج و به خصوص ظاهر خان ادعای ملکیت داره که گویا زمینهایی که اینا زندگی میکردن ملکیت ما هستن، اما بدون از اینکه محکمه فیصله بکنه و بدون از اینکه هیئت تشکیل شده متاسفانه این منطقه هم کوچ داده شد و برشان گفته شده که بعدا باز محکمه تشکیل میشه و شما میتونید که در اون جریزه خود بیارین و ما بررسی میکنیم که حق با کی هست. این در حالی است که منطقه کندیر کوچه ها از پیش مردم گرفته، دو قریه همجوار کندیر هم کوچه ها و پشتون ها از پیش مردم متاسفانه گرفته و اونا هم ادعای ملکیت کرده و تا به حال هیچ بررسی صورت نگرفته که واقعا در کجا زمین کسی غصب شده بوده یا نشده بوده. باشندگان محل در گفتگو با سنترال افغانستان تاکید چی بر این بودن که ما خواهان تشکیل یک هیئت هستیم. اگر واقعا بر اساس مستندهایی که افراد داره زمین هایشان غصب شده باشه ما رها میکنیم، در غیر صورت این گونه که نمیشه که اول ما را خارج میکنین از منطقه ما و ما را آواره میکنین بعد باز میگین که ما روی از موضوع تحقیق میکنیم ببینیم که حق با کی است. والی این گروه دوستان عزیز با قلم خودش و با مکتوب خودش دستور صادر کرده بودند که به هر نحو ممکنی مردم به زودی اخراج شوند، بعد باز محکمه تشکیل شود و بررسی شود. قمندان امنیشان هم امروز در گفتگو با رادیوی قریه موضوع رد کرده و گفته ما هیچ خبر نداریم، آنچه که در حق مردم میگذره و ظلم میشه رو فقط ما در رسانه‌ها شنیدیم و کسی تا به حال پیش ما شکایت نکرده. جناب قمندان امنی گروه تا، شکایت مردم چطوری پیش شما بکنه؟ ما شخص منوان خبرنگار خبر دادن، با مردم صحبت کردیم بارها و اینا گفتن که ما رفتیم، نه قماندان امنیه و نه والی هیچ کدامشان نتونستیم ببینیم. افرادی که در درب ورودی اینا هستن، افرادی که با اینا آشنا هستن، افرادی که پارتی داره و افرادی که علیه مردم دعوا داره اجازه ورود اینا رو به دفتر والی و به دفتر قماندان امنیه ندادن. ای که والی و قماندان امنیه اظهار بیخبری میکنه و بعدش مکتوب همه تک در زور اخراج بکنن، خب و نیرو تحت امر تو هست یا نیست؟ اگر تحت امر تو نیست پس تو سمبولیک در اونجا ولایت و قماندانی رو چی میکنین؟ زبیح الله مجاهد سخنگوی از این گروه هم در کابل دوستان عزیز هست و یکی از افراد مشهورشان و هم هستن که و از حلقه رهبریشان هم هستن. این آدم حتی دیروز موضوع کوچ اجباری هزاره ها در گیزاب دروغ خانی گفت اصلا ایجاب حقیقت نداره، هیچ چنین موردی وجود نداشته. خب اگر چنین موردی وجود نداشته باشه ما دیروز دوستان از ویدیوهایی که در دسترس ما قرار گرفته در دو مرحله سه مرحله منتشر کردیم در سنترال افغانستان هست، همه مردم دیدیم که به صورت گسترده هم به اشتراک مانده و رسانه های دیگه هم شریک شدن. خب همینا رو خیلی بر شما ببینید، ببین بررسی بکنید، اگر خبر ندارین برن خبرشون تشکیل بدین. حکومت داری با این روش که نمیشه. در همین حال دوستای عزیز از منطقه قمقل ولسوالی خدیر هم گزارش میشه که در اینجا هم کوچه اومدن و شما دوستای زمین لحظه هم تصاویر قمقل رو میبینید، ویدیوی از ماهواره هست و این مربوط به ولسوالی خدیر میشه. این در اینجا هم کوچه اومده ادعا کرد در اینجا نزدیک به 200 300 خانواده زندگی میکنن، برای همشون گفته شده که شما باید منطقه خود رو ترک بکنن چون این زمین ها متعلق به ما هست. خب این مسئله جنجال هایش بسیار از سابق هم هستن. یک وقتایی بودن که کوچه ها باز هم یاد دوستا شاید باشه مثل این وقت ها به زور از این گروه و بزرگ برخی گروه های دیگر مسلط شده بودن، زمین های مردم گرفته بودن و بعد از اینکه مردم زمین ها تونستن پس بگیرن باز هم اونا ادعا میکنه که نه متعلق به ما هست، نه سندی داره نه هیچ چیزی و متاسفانه این گناه اومده اموال مردم رو میگیره، خانه های مردم رو میگیره و دیروز
برخی رسانه ها گزارش کردن، ما هر قدر تلاش کردیم متاسفانه در اون منطقه مخابرات رخ نکرد با مردم صحبت بکنیم. هیئت میخواست مردم تشکیل شود که بیایم قضیه بررسی شود که چرا کوچی اومدن ما را میخواهید به اجبار کوچ بدن. مردم محل اومد در ولسوالی خدیر، ولسوالی خدیر گفته بود که شما باید برید در ولایتی، از توان ما خارج است زمان که در ولایت اومدن. برخ منابع مردمی در گفتگو با رسانه قریه که از رادیوهای محلی در دایکندی است گفته بود که ما را متاسفانه چند نفر مون زندانی کرده، زمانی که این رادیو و مسئولینش با مسئولین همین گروه در دایکنی تماس گرفت، اونا گفتن دیگه حقیقت نداره و کسی را ما نگرفتیم. ولی گفتم در غمقل آره دعوا بین باشندگان محل و کوچه هست، ولی به زودی حق به حقدارش میرسه. متاسفانه حق به حقدار در این حکومت نباید میرسه. یعنی از یک سو میره دستور میده که مردم کوچ بتین، از سوی دیگه میگه ما خبر نداریم، از سوی دیگه میگه ما عدالت میخوایم، از سوی دیگه میگه ما شریعت میخوایم. خب کج میتین بعدش هم بررسی بکنید گرد کجا هست واقعا. اول شما بررسی بکنید اسنادای مردم و هیئت تشکیل بدین، رسانه ها باشه، مردم باشه، فیصله بکنید. بعدش در حضور روشنایی قانون هم و اسلامی که شما میگینشین، خامو اسلام که قانون داره این گونه نیست که اول باز حکم صادر که بعد باز محکمه کن. ببینید که حق با کی است، او زمان باز کس نمیتونه ادعای هم بکنه. حالا متاسفانه در دایکندی اکثرا آوازه انداخته بود در فیسبوک، شبکه اجتماعی صحبت میکنه که خب شاید زمین های خانه ها گرفته شده باشه و باید برشان پس داده شده و اینجا مسئله خانه ها نیستن. از ساحات که از 15-16 قریه که مورد ادعا هستن، شاید که 15% خانخیل ها ادعا داشته باشه، دیگه بقیه از اینا رو کلا کوچه ها و پشتون ها ادعا داره. خب اگر سند داره ما نمیگیم که اگر کوچی بود نباید برش حق داده شده، یا اگر خان و تیموری بود برشان حق داده نشود، یا اگر پشتون رو در حق داده نشود، یا هزاره رو در حق داده نشود. حق بعد کسی داده شود که حقدارش هست. محکمه تشکیل شود، هیئت تشکیل شود. بارها مردمی رو گفتم، ما همه می رو گفتیم. دوستو کامل میتونه که تورانی گپ میزنی، تورانی گپ زنیم. قسمت اولش هم 14 دقیقه کلی گپ خلاص شدم، 14 دقیقه بعدش با سعی نکو که ناراحت میشین. گپ سر عزیز که میگم هیئت تشکیل شود، خاص مردم همی هست، رسانه ها رو برشان اجازه بتین برو با مردم مصاحبه بکنه، با مردم گفتگو بکنه و با دو طرف دعوا پیشینه، هر کس اسناد که داره پیش بکشه، بعد معلوم شوه که حق با کی هست، حق با کی نیست. این تو خونه میشه که یک دفعی و یک جانبه بیا فیصله بکنه فلانی ها براین، بعدش بازار که کس مشکل داشتن ما در محکمه رو بررسی میکنیم. محکمه ای که اول حکم صادر کنه بررسیش دیگه به چی معنا هست؟ مردم آواره کردن متاسفانه، مردم از ترس مصاحبه هم نمیتونه، تهدید به مرگ شده اگر کسی مصاحبه بکنه، اگر کسی فیلم برداری بکنه، اگر کسی سند بیرون بیته کشته میشه. یعنی شما فکر کنید که در گیزاب اون چی که میگذره، ما ویدیوهایش پخش کردیم بارها، رسانه های دیگه هم پخش کردن، ویدیو هست زنده، مردم صحبت میکنه که ما بجاشتیم، صدها نفر پیش روی دوربین نشسته صحبت میکنه. بعد باز اینا سخنگویشان ذبیح الله مجاهد میگه ما هیچ خبر نداریم، میگه پو کاملا دروغ است، قماندان امنیه شما میگه ما خبر نداریم، کس برای ما عرضه نکرده. عرضه چی رقم کنه مردم برای شما؟ شما اگر عدالت داشتی که داد میزنید و واقعا هم دنبال عدالت هستین، لازم نیست که مردم به پیش شما، نمیتونن مردم به شما برسن، شما خود به مردم برسانید. موتر داری، رنجر داری، بادیگارد داری، نفر داری، دو تا خبرنگار رسانه را هم با خود گرفته برو ببین که گپ از چی قرار است. اگر جرأت یزی رو دارین که گپ مردم اجازه بدین که پخش شود، جهانیان هم ببینن، شما هم ببینین، بعد فیصله خود را در پیش روی دوربین رسانه ها انجام بدین با اسناد مدارک که هیچ کس هم نتونه علیش اعتراض انجام بده. خب درد دل ها زیاد است دوستان، خدا حافظ شما.